ارتشی ها رو همونجور که الان بپرسید، یه پاسبان رو تو مشهد بپرسید چجوری کشتن طفلی رو. تو تبریز یک پاسبان، من شاهد بودم، رفتم بگیرمش، من زدن له و لوده کردن با بوی انقلاب. چهارراه نادری یه سر پاسبانی که دم چهارراه میستاد میگفت چپ برید راست برید رو ناجوان مردانه تکه پاره کردن این وحشی ها. اینقدر وحشی کرده بودن آدم ها رو. خواهی اگه ارتش تیراندازی میکرد که بدترازی میکردن، ارتش رو نابود میکردن، به دندون میکشیدن این وحشی هایی که توسط بی بی سی وحشی شده بودن. ببینید همون چجوری کشتن، سینما رکس چجوری آتیش زدن، آدم ها رو جز خاله کردن. خب وقتی اون برنامه نگرفت و ارتش تیراندازی نکرد، نکشت مردم رو، این آمدن جنگ ایران عراق ساختن. تو جنگ ایران عراق ارتششون خواستن نابود کنن، بعد اومدن توسط نوکرای خودشون صدام حسین میلیون ها دلار پولی که از عربستان گرفته بود پخش کرد، اپوزیسیون علکی بسازه، چه بکنه. 8 سال جنگ ادامه پیدا کرد، نتونستن ایران تجزیه کنن. پروژه سقوط 1979 پروژش تجزیه ایران، این تجزیه ایران فکر کردین تموم شده، ادامه داره. الان تمام جیرخاران سابق صدام حسین، جیرخاران عربستان سعودی هستن در ایران و همه اونایی که از جمله تلاش میکنن که شما برید حج، چون تو این پول میلیارد دلاری خیلی ها سهیمن و برخی از این پول میره خرج خود ضد ایرانی ها و ایرانی ها میشه و میخوان ایرانستان بکنن و ایران اجباری تجزیه کنن. حالا تو این جنگ و دعوای تجزیه ایران بچه بودن رفتن جنگیدن تو عراق ضد دشمن صدام حسین، خواب خاک ما رو، خرمشهر هفته پیش بود آزادیش، اینا من دستشون رو از قدیم بوسیدم. یکی از کسایی که توی جنگ ایران را نقش مهم می‌داشت یک شاگرد بنا بود، شاگرد بنا در کرمان، یک از دهات میاد کرمان، بعد میاد مشهد با چند نفر آشنا میشه و توی انقلاب کار میکنه، بعد لشکر میسازه، بعد عملیات بزرگی در عراق انجام میده. یکی از این آدما اسمش از قاسم سلیمانی. قاسم سلیمانی هم الان توی سوریه و این برای برام میگن این داره میجنگه. همون جیرخانان عربستان سعودی بهش فحش میدن چون عربستان سعودی روش سرمو گذاشته، ولی امریکا براش فیلم میسازه، ازش تجلیل میکنه. چرا؟ چون با امریکا کار میکنه، از چچن گرفته تا اینجا تا همون عراق جلوگیری کرده از کشتن سربازان امریکایی، مانع حمله ها و هجوم های حزب الله شده تا جایی که تونسته به اسرائیل. ولی عربستان سعودی رو سرش پول گذاشته. عربستان سعودی همونجوری که الان تو جمهوری اسلامی ایران تو ایران نفوذ داره، تو آمریکا هم نفوذ داره، تو همه جای دنیا نفوذ داره با پولش، ولی اونها دولت اون مملکت نیستن. اخیرا مطرح شده که قاسم سلیمانی روش معامله شده و میخوان اینو بکشنش. این معامله روش شده، چند بارم جاهایی که بود لو دادن، تیراندازی کردن اینو بکشنش، بمب انداختن، خمپاره انداختن و حتی یه بار خمپاره که انداخته بودن مجروح سخت شد، بردنش ایران تو بیمارستان میخواستن بکشنش، بیمارستانش عوض کردن، بردنش مشهد بیمارستان شش بهمن بسترش کردن، اسم بیمارستان الان از قائم به نام شش بهمن بوده، اونجا شکمش رو پاره میکنن که ترکش های خمپاره رو در بیارن، چند ساعت ول میکنه دکتری میره عمدن که بمیره، محافظینش آدم ها میفهمن تقریبا نیمه جان از بیمارستان خارج میکنن، برای توی خونه خصوصی دکتر میان و خوبش میکنن و میذارنش که جلوگیری کرده ازش. حالا آقای نبویان نامی در ایران اخیراً اعلام کرده که اینو میخوان بکشن، خبر داره، اینو گوش کنین برمیگردم. حتما دلتون میسوزه، چاره نیست. آمریکا الان یک سال نیم که زده زیرش برقرار نکنه، کل هسته ایتونو بدید، من رابطه بانکی برقرار میکنم، هسته ایمونو دادیم برقرار نشد، سرمونو کلا گذاشتن، یک سال و نیم که الان اجرا نمیکنن شرط جدید گذاشتن. گوش بدید، میدونیش اونایی که غیرت اونایی که غیرت دارن، شرط جدیدش میدونی چیه؟ سریعا اعلام کرده به شرطی من را آمریکا اعلام کرده به شرطی من رابطه بانکی رو برقرار میکنم، سروران عزیز، به شرطی برقرار میکنم که شما حاج قاسم سلیمانی را به من کدبسته تحویل دهید. رفتن تعهدشو به آمریکا دادن، برگشتن به خدا قسم، رفتن تعهد دادن به FATF. سروران عزیز، FATF وزیر مملکت رفته به آمریکا تعهد داده. این صحبت‌های نبویان رو آقای ظریف تکذیب کرد، ولی در این شک نکنید
میگفتن سابق که رو سرش جایزه گذاشتن امریکایی، عربستان سعودی گذاشت، امریکا نذاشت. امریکا دیوید رئیس سازمان سیای امریکا بود، برکنارش کردن زمان اوباما، از دوستانش بود و اینها با هم همکاری داشتن. به همین خاطر امریکایی‌ها یه فیلم ساختن در مورد این آقای قاسم سلیمانی. امریکایی‌ها عکسش رو صفحه اول نیوزویک زدن، روی جلد زدن. امریکایی‌ها چند میلیون دلار فیلم ساختن فقط برای قاسم سلیمانی و اونجا تازه میگن تو اون فیلم که این آدم ماست. اسم فیلم هست بدفیلد، بدفیلد 3. در این بدفیلد 3 این یه قهرمانه، تو نیوزویک هم میبینید روی جلد میاد. بعد دشمنانش که داعشی ها هستن، چون این داعشی ها خیلی کنید، داعشی ها میگن یهودیه، اسرائیلیه. داعشی ها نگاه کنین این تبلیغاتی که داعشی ها میکنن برای قاسم سلیمانی و میگن داعشی ها، داعشی ها میگن که این قاسم سلیمانی یهودیه. نگاه کنین این مونتاژ ها رو اینجوری براش درست میکنن که بگن که این آدم آمریکایی است و آدم صهیونیسمه، آدم اسرائیله، آدم پپسیکولاست. اینا مونتاژ هاییه که امریکایی ها، نه داعشی ها، برای قاسم سلیمانی ساختن. از اینا هم خیلی زیاده، برید میبینید که داعش شدیدترین تبلیغات رو ضد آدم میکنه، میگه رئیس جمهور سوریه اصلا اینه، چه اینه، چه اینه، این نوکر آمریکاست، یهودیه، این مادرش یهودی بوده. اینم یه عکسی که در یکی از عملیات گرفته شده واقعی. حالا از اینجا بدفیلد 3 شروع میشه. این بدفیلد 3 یک فیلم پرخرج چند میلیون دلاری آمریکایی است که برای قاسم سلیمانی ساختن. اسم قاسم سلیمانی رو اینجا میگن سلیمان و در شهر سلیمانیه عراق و در ایران اتفاق میفته. این ایرانه، پلاکای ماشین ایرانیه، بعضی جاها مردم ایرانی حرف میزنن ولی توی عراق بستر سلیمانیه. و یکی از رهبران بشیره که الان میبینین افتاده کشتنش، که این بشیر در حالته با قاسم سلیمانی حرف میزنه ولی اینجا میگن سلیمان بهش. این فیلم که هم بازیه هم فیلمه، چند میلیون دلار امریکا ساخته، ایرانی ها نساختن در مورد این، چون جان خیلی از ایرانی ها دست چچن گرفته تا عراق این نجات داده، تا تو افغانستان حتی. سلیمان، سلیمان، این ماست بین هم گیت دی بومز یوز دم فور لیوریج. He stole them. He used me, as he uses everyone. He had dog betrayed me with his plans, trains. And for that, I will get him for this. Let's go. Cover to cover. Cover to cover. We'll draw him out. سال 2011 این فیلم ساختن، هزینه زیادی هم روش کردن. بدفیلد 3 هم بازیه، هم بازیه، هم فیلم سینمایی است که تو ویدیو میشه. این فیلم رو در اروپا ممنوعش کردن چون سعودی ها خیلی قوی بودن. سعودی ها این فیلم رو در اروپا ممنوع کردن، در امریکا نمایش داده شد، DVDش هست، چه و چه و چه. در امریکا یادتون نره دو طیف هست، مثل همه جای دنیا، مثل خود جمهوری اسلامی ایران. یه طیف آمریکایی است که امریکایی هن ولی با سعودی ها کار میکنن، از سعودی ها میکنن. یه طیف دیگه هست که نه، اینا مستقل کار میکنن، یعنی برای خود ملت آمریکا کار میکنن، وابستگی ندارن. برای میگن اصلا دونالد ترامپ که اومده الان میگن اول روسیه، بعد میگن سعودیه، بعد نه، برای ملت آمریکایی کار میکنه، میره پول میاره. متوجه میشین؟ حالا در رابطه با قاسم سلیمانی تبلیغات زیادی علیه شده، شما همتون میدونید، ولی قاسم سلیمانی یک ایرانی رو نکشته در هیچ کدوم از قتل‌های داخلی کشور، ترورها و سرکوب ملت ایران که سپاه انجام داده بود دیگه، انجام دست دستی نداشته. با عراق جنگیده، یعنی با همه اون کشوری که عراق رو
میکردن. یک نفر آدم شما همه رو گفتن، حتی برادر علی خامنه‌ای هادی رو گفتن شکنجهگر بوده، شکنجه میکرده اینا. شما یه نفر رو پیدا نمیکنید تو این همه زندانی های سیاسی که بگه قاسم سلیمانی اومده اونجا تیراندازی کرده، کسی رو کشته. نه، حتی بارها این خود مامور امنیتی موساد اطلاع دارن که گفتن اینا جلوگیری کرده اگر خطاهای حزب الله میخواسته بکنه در لبنان برای زدن از کنم خدمتون اسرائیلیا. برای همینی که فیلمی که اینا ساختن فیلم امریکایی ها، از طرفی خود داعش مرتب عکسی رو میندازه، حالا من چند تاشو به شما نشون دادم، و میگه این آدمیه که نوکر اسرائیل و نوکر امریکاست. حالا یه عده یادتون نره، یه عده که پول از صدام حسین هم چون میگیرن، صدام حسین امروز که عربستان سعودی مستقیم خودش میده، اینها میان حرف میزنن، امکان تبلیغاتشون خیلی بالاست، خیلی قوی هستن در دنیا، در خود ایران، در خود ایران اینا خیلی قوی هستن. اینی که نبویان میگه میخوان اینو بکشن، این صحت داره؟ چندین بار جاهایی که این بوده رو لو داده بودن. من نمیخوام امروز در مورد حرف زدن کنم. حالا این کسی که از تجزیه ایران جلوگیری کرده، داعش که میخواست به ایران حمله بکنه، صدام حسین که اومده چه بکنه در آزادی خرمشهر، این مثلا بچهای جنگ که اول برنامه گفتم. حالا برای که به شما ثابت بکنم تا چه حد دشمن در داخل کشور وارده، متخصصه، آدمایی که با دشمن جنگیدن یک نشانه و سمبولی هستن از مقاومت و پایداری ملت ایران، مثلا بچه جنگ که اینا هیچ رابطه با سرکوب و با نیروهای سرکوبگر و قوه قضاییه و قوه مجریه و قوه مقننه و علی خامنه ای جانی و دیگران ندارن، اینها رو که برای استقلال وطن جنگیدن چجور بخواد به لجن بکشن. اخیرا یه فیلمی ساخته، بعد اینا آدمای نفوذی هم دارن، آدمای نفوذی دارن. شما فکر نکن یارو میاد کنار من، کنار تو، کنار اون نفوذی جمهوری اسلامیه، نفوذی خط اطلاعاتی همون امریکای سعودی است، امریکای تازی است. برای همینه که هر لحظه، هر دم، هر روز شما باید این شعار بدین ما آریایی هستیم، تازی نمیپرستیم. تازی یعنی اندیشش، یعنی فکرش، یعنی متدش، یعنی شیوهاش، همین شیوه های لجن پراکنیشون که در انتخابات نمونه بارزش دیدیم که چه جور تونستن مردم رو خر کنن. تا این مردم نبودن بکشن پای صندوق های را. اینا تو اگه صفای چند ساعته دیدید در خارج از کشور، همین رو نگاه کنین، اکثر رو نگاه کنین، رو ویدیو هست، نمیخوام بهتون، همه جا بچه های 20-30-40 ساله هم، بچه های بعد انقلاب هم که تو انقلاب سبز اینا رو انداختن بیرون، به اصطلاح پناهنده های جدید سبزی هن اینا. خود رژیم، خود استعمار کار کرد اینا رو ریخ بیرون برای همین کارا. ماها که دیگه به اصطلاح اپوزیشن پیرپاتالا این هستیم و اینا، من این چه مونو بدیم. حالا بادیگارد میسازه آقای حاتمی کیا، یه فیلم میسازه به نام بادیگارد، خودش هم نزدیک به قاسم سلیمانی نشون میده، ولی نفوذیه، داره خیانت میکنه بهش، داره کلک میزنه بهش، داره تحقیرش میکنه با فیلم بادیگارد. فیلم بادیگارد پرویز پرستویی، علی ابراهیم حاتمی کیا، ابراهیم، خودشون این دوتا گفتن که زندگی قاسم سلیمانی است. اول اینکه تحقیر بونه، چون یه موتور سوار محافظه یا محافظه یا پاسبانه، او که لااقل تو همون رژیم تو اسم سرلشکر داره، که او که لااقل هزاران هزار سرباز زیر دستشن، لشکر ساخته تو کرمان، این که از نظر بهش توهین کردن که درجه شدن پایین. دوم میگن دخترش باش مخالفه، اصلا دخترش با پرنسیپایی مخالفه، میخواد با یارو الیاسه عروسی کنه، دختر میگن با عروسی نمی کنم بابا، مخالفتم، خانوادش باش مخالفه. سوم بازنشسته داری میشه، باید میخواد بزنش تو خونه. چهارم بازنشسته نشده باید کشته میشه، این نباید باشه. چرا؟ چون سعودی ها شرطشونه، خیلی از اینا رو کشته، داعش ها رو خیلی کشته، خیلی داعشی کشته، خیلی صدامی کشته توی جنگ ایران عراق، باید نابودش کنن، باید از بین ببرنش. این فیلم رو حاتمی کیا میسازه، خود قاسم سلیمانی هم خر میشه، فکر میکنه که این بزرگش کرده، تو کوچیکش کرده. اگه قاسم سلیمانی این آدم درستی بود، چون خیلی هم اینا سادن این حزب الله اینجوری، این اگه طوری بود تو دالت پنج بار بهش سفارش فیلم دادی، گفتی 23 نفر بساز، اونو بساز، ساخت نمیسازه. این مامور اطلاعاتیه، این مامور تمام فیلمایی که حاتمی کیا ساخته. بخشی از این فیلم رو شما ببینید، این بریگاد، این آقایی که میبینید کسیه که قاسم سلیمانی میخواد محافظی بابا باشه. قاسم سلیمانی باید محافظی باشه، محافظ این آقا، قاسم سلیمانی محافظ این آقا، یعنی درجهش از سلشگری و چه و چه و چه اومده پایین.
شده محافظ یک استاد دانشگاه که با یک موتور، با یک موتور، موتور سوار هم از قاسم سلیمانی داره میرونه. اینه، این قاسم سلیمانی است. پرویز پرستوی نقششو بازی کرده. این داره چشمش هم که کوره تو جنگ شده، نگاه کن این نشون میده روش کار میکنه. این محافظ این بابا شده، یعنی از اون سرلشکری و از اون جنگ در ایران و عراق و آزادی خرمشهر این دست داشت. تو آزادی خرمشهر قاسم سلیمانی دست داشت. اونایی که نمیدونن بهش فحش میدن بدونن، خرمشهر رو از دشمن قاسم سلیمانی گرفت. حالا اینقدر سعودی ها قوی شدن که رفقا دوستان عزیز ما میان حرف اونا رو باز میزنن، درست مثل موقع که حرفای صدام حسین میزدن. نیا کنین اینجاست، میخواد جون این بابا رو نجات بده، استاد دانشگاه رو که محافظشه، با زنش هم از تو ماشین اینجاست که اینجا بمب گذاشته میاد نجات بده، اینجا میمیره. اینجا الان خواهید دید که قاسم سلیمانی در نقش یه بادیگارد، اسم خارجی گذاشتن ممنوعه، ولی برای آقای حاتمی کیا آزاده. آدم برای حاتمی کیا آزاده که میذاره اسم خارجی و میتونه فیلمش هم جلو بره و پیش بره. بیان نگاه کن اینجا که اینجاست دیگه، با زنش داغون شدن. از اینجا که میاد بیرون نگار روپاست، روپا میاد بیرون، ولی آقای قاسم سلیمانی توی فیلم بادیگارد اینجا به رگبار گلوله بسته میشه، به رگبار گلوله بسته میشه توسط دو تا جوان، کسی که این همه جنگ کردون. اول بهتون نشون دادم امریکا چه بزرگ داشتیه میکنه ازش، داعش میگه این یهودی اسرائیلی، نیوزویک عکسش روی جلد میزنه، این کسی که چه کارها کرده یا کنی اینجوری میکشه. بعد آقای علی حاتمی کیا و پرویز پرستویی هر دوتاشون میان مشخصا مصاحبه میکنن و میگن آره این قاسم سلیمانی بود، ما این برای قاسم سلیمانی، این آدم قاسم سلیمانی بر چه روز آده. یعنی اولا بهش توهین میکنن، یکی رو میخوان بکشن، اول باید تحقیقش کنن، باید شکوع تاریخی که داره تبدیل کنن به یک محافظ درجه دو سه که از یک آدم داره محافظت میکنه. اولا همه که باید تحقیرت کنن قاسم خان سلیمانی، تا هم دوزاریت جا نمیفته. بعد از اینکه تحقیرت کردم با ساختن این فیلم، بعدی که تغییرت میکنن توی فیلم هم میگه، الان ما صداشو بستیم به خاطر موزیکش و اینا که چه هست، بعد میگن تو اصلا باید بازنشسته میشدی، داره فردا دیگه داره بازنشسته میشه، چون فردا داره بازنشسته میشه الان امروز فعلا کشته بشه، میکشنت. و اونم وقتی که ایشون میکشن شما ببینید خیلی جالبه آخر فیلم، آخر فیلم من براتون 30 ثانیه دیگه میرسه نشون میدیم، آخر فیلمش جالبه. میگن وقتی قاسم سلیمانی میمیره، وقتی این کشته میشه پیش از این که بازنشست بشه، اونم در یک عملیات خیلی دست پایین محافظت از یک استاد دانشگاه، ایران از تونل تباهی، از تونل سیاهی میاد بیرون و نور میاد ایران رو فرا میگیره. متوجه میشین؟ یعنی کشته شدن این آقا نور رو، روشنایی رو به مملکت میاره. اون نور روشنایی تجزیه ایران عزیزان من. یعنی وقتی کسی نباشه که برای عقیدش، برای میهنش، برای سرزمینش جونش بده، لشکر بسازه که لشکر بره خرمشهر رو آزاد کنه، این لشکر بره در برابر دشمن بیسته، این دیگه به دردشون نمیخوره، این دیگه بایستی بکشنش. و این زمینه رو ابراهیم حاتمی کیا، کارگردانی که مشهورش کردن با فیلم های اطلاعاتی جنگی که ساخته، میسازه تا زمینه روانی کشته شدن قاسم سلیمانی، که نه یادتون نره قاسم سلیمانی یه سمبله. در ابتدای برنامه من خدمت شما عزیزان عرض کردم، در ابتدای برنامه عرض کردم که بچه هایی که تو جنگ چشم و گوش و دست و پا و بدن خودشون از دست دادن، اونایی که شهر کشته شدن، جان باختگان که رفتن، اینایی که موندن دارن عذاب میکشن برای این ناقص و معلول شدنشون، کسی نیست به دادشون برسه. یه سمبل قاسم سلیمانی که نگاه کنین این تونل، قاسم سلیمانی کشته میشه، میکشنش چون بازنشست نمیشه، بعد نگاه کنین تونل مرگ و تباهی و خون تموم میشه، ایران تجزیه میشه، با تجزیه ایران نور وارد این سرزمین میشه. این عزیزان من، این فیلم بادیگارد داره ساخته میشه.